درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان در پی تنشهای جمهوری اسلامی و اسرائیل فضای سیاسی داخل ایران هم به واسطه اظهار نظرهای جنجالی و دو سوی مخالفت و موافقت با درگیری با اسرائیل فضایی ملتهب شده است و به نوعی سیاستمداران حکومتی هم حتی به دو دسته متفرق شدند سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که پیشتر موجب بحث های زیادی در ساختار متزلزل نظام شده بود بار دیگر موضوع بحث رسانه ها شده است. پیشتر او با افشای ترس فرماندهان سپاه از درگیری با اسرائیل و انتقاد از سیاست های جنگ طلبانه علی خامنه ای موجی خبری ایجاد کرده بود و سخنان او که تلویحا اتهاماتی علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌کرد. بسیاری از تندروهای حکومتی را به این واداشت که از علی خامنه ای خواستند با محمود احمدی نژاد برخورد جدی کند. افشاگری های او به سرعت در سطح رسانه ها و شبکه های اجتماعی پخش شد و واکنش های گسترده ای به دنبال داشت. طرفداران احمدی نژاد از شجاعت او در بیان حقایق پشت پرده تقدیر کردند و او را به عنوان یک قهرمان نشان دادند اما از سوی دیگر روزنامه های حکومتی در مقاله تند او را به عنوان مقصر حمله اسرائیل به ایران معرفی کردند و مدعی شدند که اقدامات او باعث تسلیم و تهاجم اسرائیل به خاک ایران شده است. در ادامه این خبر به جزئیات آنچه که احمدی نژاد افشا کرده است و پاسخ روزنامه ها و عوامل حکومتی به احمدی نژاد خواهیم پرداخت. شاید برای نخستین بار بود که در تاریخ جمهوری اسلامی شخصی از دل حاکمیت به سراحت از ترس و بیکفایتی فرماندهان سپاه پاسداران سخن گفت و به سیاست های تنشزای علی خامنه ای و تندروهای اطراف او علیه اسرائیل تاخت. احمد نژاد که زمانی مورد اعتماد و حمایت خامنه ای بود حالا به نظر می رسد که به هر دلیل به صورت بی پرده سخنانی را مطرح می کند. برخی معتقدند که سخنان او هماهنگ شده با بیت رهبری است و برخی هم معتقدند که او به دلیل آتوهایی که از افراد حکومتی دارد اینقدر جسورانه افشاگری می کند. حالا روزنامه اعتماد که به عنوان یکی از رسانه های نزدیک به بیت علی خامنه ای و حاکمیت شناخته می شود به سرعت به دفاع از سیاست های جمهوری اسلامی و علی خامنه ای پرداخته و در مقاله تند احمدی نژاد را مقصر اصلی اوضاع کنونی و حملات اسرائیل معرفی کرده است. در این مقاله نویسنده ادعا می کند که دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و سوء مدیریت او موجب هدر رفت 800 میلیارد دلار درآمد نفتی شد و باعث تضعیف توانایی های نظامی و اقتصادی شد و این نقطه ضعف جرأت تهاجم به خاک ایران را به دشمنان داده است این مقاله دو نکته مهم دارد اول اینکه از دزدی 800 میلیارد دلار در حکومت افشاگری می کند و دوم برای اولین بار است که یک روزنامه حکومتی از ضعف توانایی های نظامی جمهوری اسلامی سخن می گوید. در این مقاله نویسنده با زبانی انتقادی می گوید که اگر حتی بخشی از آن سرمایه های نفتی در زمان احمدی نژاد به درستی به کار گرفته می اسرائیل جرأت جسارت به ایران نداشت. اما نکته که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا چنین ادعاهایی چقدر به حقیقت نزدیک است؟ یا آیا تلاش حاکمیت برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست های سیاسی و نظامی خود است. اظهارات احمدی نژاد که به سرعت در میان اپوزیسیون و ناظران بین المللی واکنش هایی داشت و سوالات جدیدی را درباره میزان واقعی قدرت جمهوری اسلامی مطرح کرد بدون شک برای مقامات ارشد نظام و شخص علی خامنه‌ای بسیار نگران کننده است چرا که او نه تنها به ترس و پنهان کاری فرماندهان سپاه اشاره کرد بلکه به سیاست های جنگ طلبانه این تاخت که کشور را به مرز بحران و نابودی کشانده است. اینو از انتقادات هنگامی که از جانب فردی از دل نظام مطرح می شود و از نوع اعتبار بیشتری حتی برای تنروهای حکومتی و ارزشی ها دارد و زنگ خطری برای نظام است که همواره با شعارهای اقتدار و شجاعت سعی می کنند هواداران خود را راضی نگه دارند. اگرچه که روزنامه اعتماد به شدت سعی کرده با حمله به احمدی نژاد و نادیده گرفتن مشکلات واقعی کشور تصویر ظاهری نظام را حفظ کند اما نمیتوان از حقیقت گریخت سخنان احمدی نژاد هرچند جنجالی و شوک باشد نشان دهنده وضعیت ناپایدار و ترسهای پنهانی است که در دل ساختار قدرت ایران رخنه کرده است از طرف ایران همچنان با بحران‌های اقتصادی، فشارهای خارجی و تحریم‌های شدید مواجه است که حتی کوچکترین خطاها در مدیریت سیاسی می‌تواند به فاجعه ای برای مردم ایران تبدیل شود. در چنین شرایطی کارشناسان و تحلیلگران هشدار میدهند که حکومت ایران باید به جای تکرار شعارهای بیفایده و سیاستهای جنگ طلبانه هر چه زودتر اگر میخواهد از فروپاشی جلوگیری کند به فکر اصلاحات واقعی و ایجاد فضای گفتگو باشد که البته با توجه به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی اتفاقی بعید به نظر می رسد. این موضوع حتی در میان گروه های نظامی و سپاه هم شکاف های ایجاد کرده است و ممکن است به مرور زمان عمیق و عمیقتر شود. آنقدر که حتی روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در هشداری که واکنشی به ترس مقامات فرماندهان و سربازان سپاه است گفته بود که در این لحظات آنچه بیش از هر چیزی نیاز است خرد جمعی و بازنگری در سیاست های حاکم است تا کشور به سمت اقتدار حرکت کند در همین راستا تحلیلگر خبرگزاری العربیه در رابطه با سخنان احمدی نژاد گفته بود که کاری با این نداریم که احمدی نژاد این سخنان را از کجا آورده و چرا مطرح کرده است اما اثر آن این است که شکاف عمیقی در ساختار سیاسی ایران به وجود آمده است و سخنان احمدی نژاد آن را روشن کرده است. پیامدهای آن می روزها و ماه های آینده تعیین کننده باشد و اینکه آیا این شکاف به تحولات اساسی منجر خواهد شد یا خیر؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی به سمت اصلاح خواهد رفت یا رویه های قبلی را ادامه خواهد داد و به سمت فروپاشی می اینها همه سوالاتی است که تنها زمان پاسخ آنها را خواهد داد اما آنچه که واضح و مسلم است این است که ایران در مقطعی بسیار حساس قرار گرفته است که هر تصمیم نادرست میتواند سرنوشت این کشور را برای سالها تغییر دهد و رژیم جمهوری اسلامی را به زبالدان تاریخ بسپارد و این را به نظر می رسد که افراد نزدیک به بیت خامنه ای اکنون به خوبی دریافتند. مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.